بسیاری از منابع کشور، شاید بشود گفت بخش مهمی از منابع کشور، صرف اسراف های ما و زیاده روی های ما در مصرف در همه زمینه ها می شود، چه در زمینه های مسائل شخصی و چه تا حدودی در زمینه های عمومی. ما بایستی مصرف کردن را مدبرانه و عاقلانه مدیریت کنیم. مصرف نه فقط از نظر اسلام بلکه از نظر همه عقلای عالم چیزی است که باید تحت کنترل عقل قرار بگیرد. با هوا و هوس، با خواهش دل و اون چه که انسان، نفس انسان از انسان مطالبه می کند، نمی شود مصرف را مدیریت کرد. کار به جایی می رسد که منابع کشور به هدر می رود، شکاف بین فقرا و اغنیا زیاد می شود، عده‌ای در حسرت اولیات زندگی می مانند و عده‌ای با ولخرجی و ولنگاری در مصرف منابع رو هرز می دهند و به هدر می دهند. ما بایستی الگوی مصرف را اصلاح کنیم. ما بایستی به سمت اصلاح الگوی مصرف حرکت کنیم. ما مسئولین دولت، مسئولین کشور در درجه اول، چه قوه مقننه، چه قوه مجریه و چه سایر مسئولین کشور، قوه قضاییه و غیر آنها، و چه اشخاص، شخصیت ها در رتبه های مختلف اجتماعی و چه آحاد مردم ما از فقیر و غنی، بایستی به این اصل توجه کنند که باید الگوی مصرف را ما اصلاح کنیم. این جور مصرف کردن در همه زمینه ها، در امور ضروری زندگی، در زیادی های زندگی، مصرف کردن بی رویه و بدون منطق و بدون تدبیر عقلانی به ضرر کشور و به ضرر آحاد و اشخاص ماست. من درخواست میکنم، خواهش میکنم از عموم مردم و به خصوص از مسئولین که در این زمینه فعالیت خودشون رو در این سال زیاد کنند، افزایش بدن، برنامه ریزی کنند برای اصلاح الگوی مصرف. من لذا این سال رو سال حرکت مردم و مسئولین به سوی اصلاح الگوی مصرف می دانم